عرض درود خدمت به تمام مخاطبای عزیز فروشگاه 7 به ویژه علاقمندان به کامیونای کنترلی. این ویدیو در رابطه با معرفی تامیا اسکانیا R620 است. البته یه تفاوت با ویدیو قبلی داره، اون مورد نمونه رنگ شده بود ولی این محصول فاقد رنگه، یعنی باید توسط خریدار با استفاده از اسپری های ویژه پلاستیک سری TS خود کمپانی تامیا رنگ آمیزی بشه. در صورت وجود مهارت هم میتونید با استفاده از کمپرسور، سایه پاش، ایربراش یا پیستوله با استفاده از رنگ های خودرویی اقدام به رنگ کردن این کیت بکنید. در ادامه این ویدیو با من همراه باشید تا این محصول جذاب رو بهتون معرفی کنم. مرسی. خب دوستان، این شما، این هم کیت کشنده آرسی تامیا اسکانیا R620 جفت محور با گیربکس سدنده. مثل ویدیو قبل یک بررسی کلی داریم برای اون دسته از دوستانی که ویدیوهای قبل مربوط به اسکانیا رو ندیدن. جعبه بزرگیه، تصویر حالت مونتاژ شده رو شما روی جعبه میبینید، عکس گیربکس هم هست، تصویر گیربکس هم هست در حالت مونتاژ شده که این گیربکس به صورت قطعات جدا از هم و کیت در بخشی از جعبه قرار داره. اطلاعاتش رو اینجا نوشتن به زبان ژاپنی و انگلیسی. ضریب دنده ها وجود داره، 1:32 دنده 1 دنده قدرتی، دنده دوم 1:17 هست ضریب، دنده 3 1:10 تاپ گیر هست و میشه دنده سوم که دنده سرعتیه و کمترین مصرف رو داره. بیشترین استفاده دنده 1 و 2. در طرفین جعبه در بخش‌های کناری و حاشیه اون اشاره شده به کیت شبیه ساز صدا، نور و لرزش. همینطور در طرف دیگه اشاره شده به آپشن های دیگه که میتونید برای این کشنده یا کامیون خریداری کنید، از جمله تریلر های متنوع که روی این تصویر شما میتونید پول تریلر یا تریلی حمل لوله رو ببینید. در این قسمت هم جای بلنگو و در صورتی که از کیت آپشن MFC استفاده کنید میتونید نگاهی داشته باشید به حالتی که قرار میگیره. و یک آپشن دیگه در این تصویر هست، جک هایی که به صورت اتوماتیک در صورت استفاده از تریلر میتونید نصب کنید. خود این بخش جداست، جدا از تریلر هست و به صورت اتوماتیک پایه های جک خارج میشه برای پارک کردن تریلر. و یک سری اطلاعات دیگه از جمله این که اشاره شده به این مسئله که این کامیون ساخت ژاپنه، برند تامیا و اطلاعات از این قبیل. خب پک رو باز میکنیم، جعبه رو باز میکنیم. قبلا هم اشاره کردم فشار نباید بیاریم، جعبه‌ای از این دست، جعبه موبایل، جعبه‌ای اینجوری، جعبه‌ای که از برندها تولید میشن و محصول کمپانی‌های معروف هستن، خیلی فیت هستن و در صورتی که شما خیلی فشار به طرف این بیارید برای باز کردنش اصطکاک ایجاد میشه و کل محصول بالا میاد، کل جعبه. بنابراین با کمی لمس کردن اجازه میدید که هوا جابجا بشه در جعبه و به راحتی جدا خواهد شد. خب اگر ویدیو قبل رو دیده باشید میدونید که در همون ابتدای باز کردن جعبه ما بادی و اتاق رو میدیدیم و متوجه میشدیم که رنگ داره، چون اون حالت رنگ شده بود از پیش فرض توسط کارخونه رنگ شده بود. ولی توی این محصول ما قطعات کیت رو فاقد رنگ میبینیم و باید اونها رو خودمون رنگ‌آمیزی کنیم که قبلا هم گفتم از طریق اسپری های ویژه رنگ‌آمیزی تامیا برای محصولات پلاستیکی تامیا سری TS میتونید استفاده کنید، یا از اسپری های برند های معروف یا توسط خودتون، توسط کاربر در صورت که مهارت لازم رو داشته باشه با استفاده از پیستوله میتونید، یا سایه پاش یا ایربراش میتونید اقدام به رنگ آمیزی کنید. چون توی ویدیو قبل ما این رو کامل تفکیک کردیم، من خیلی این کار رو انجام نمیدم اینجا که چیدمان به هم نریزه. ترتیب یه نگاه کلی خواهم داشت. این بخش روی اتاق، گلگیرها و شلگیرها، قطعات پلاستیکی، صندلی و اجزای داخلی از جمله داشبورد که داخل کابین قرار میگیره. توی بخش میانی شیشه های طرفین و جلو کابین، قسمت کوپلر،
توی این باکس ما چرخ ها رو داریم. من باز میکنم که شما ببینید این رو. مرور کلی خواهیم داشت. چرخ ها هستن، 10 حلقه چرخ لاستیک، ببخشید 10 حلقه لاستیک. تنها قسمت الکتریکی که روی این کیت عرضه میشه موتور براش 540 هست. سیستم تعلیق و کمک فنرها، فنر و کمک ها که به صورت جدا است و خودتون باید مونتاژ کنید. پین ها و انواع خارها که در روند مونتاژ نیاز هست به استفاده از اونها. دیفرانسیل، قطعات گیربوکس. و باز دوباره یادآور میشم مثل ویدیو قبلی که حتما قبل از شروع به مونتاژ شما باید یک سری جعبه های پلاستیکی یا از هر جنس دیگه، ترجیحاً جوری که شیشه رنگ باشه، شفاف باشه و بتونید محتویات داخلش رو ببینید، تهیه کنید به تعداد پک هاتون و اجزای مربوط به مونتاژ رو، قطعات ریز رو داخل اونها بریزید. و این کد هایی که اینجا درج شده، حروفی که اینجا درج شده از جمله DEFC روی اون باکس ها و جعبه های شفاف بنویسید تا بتونید طبق روال دفترچه، طبق دستورالعمل دفترچه رجوع کنید به اون جعبه ها و از قطعات مورد نیاز استفاده کنید برای مونتاژ. این هم باکس آخر ما هست. جلو پنجره یا گریل جلو، آینه، یه سری قطعات پلاستیکی، اتصالات مربوط به شاسی، پوسته گیربوکس و چرخ‌دنده های داخل گیربوکس، بخشش اینجا است، بخشش در باکس کناری. یک مورد بسیار مهم دیگه که من باید یادآور بشم، مجدد یادآور بشم مثل ویدیو قبلی، اینه که این کامیون فاقد بخش های الکتریکی برای حرکت دادن اون از راه دوره، مثل رادیو کنترل، باتری، شارژر، اسپید کنترل و همینطور شبیه ساز نور و لرزش و صدا رو نداره. اگر میخواید، اگر جایی دیدید که اینها دارای سیستم های نور پردازی هستن یا لرزش، اونها کیت شبیه ساز رو جدا تهیه کردم، یا از طریق برند خودش که کیت MFC خطاب میشه، یا کیت های متفرقه که با کیفیت و قیمت های متنوعی در بازار قابل دسترس هستن. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگر مورد پسند واقع شد حتما لایک فراموش نشه. اگر نظری دارید، پیشنهاد یا انتقاد یا سوالی دارید حتما در بخش کامنت برای ما بگذارید. اگر هم میدونید که این ویدیو ممکنه برای کسی مفید باشه یا جذاب واقع بشه حتما باهاش به اشتراک بگذارید. سایر اطلاعات و مشخصات دقیق این محصول رو میتونید در وبسایت ما به آدرس asiawind.com ملاحظه کنید. ممنون.